تطیر میکنه، بدفعالی میکنه، مثلا به خاطر چیزهایی که میبینه از قبیل برای مثال جغد، سگ سیاه یا الاغ، یا به خاطر شنیدن صداها، مثلا صدای خر یا سگ یا صدای دیگه، مثلا میشنوه یکی داره میگه خدا کمکت نکنه، برای مثال دارم میگم، به این کلمه تشعم میکنه. یا به بعضی از عددها مثلا میگن شما در دفتر نمره یا در دفتر اساتید شمارت 9، میگه نه به خدا من شماره 9 نمیخوام، یا مثلا از این راه نمیرم، این لباس رو نمیپوشم، با این قلم نمینویسم. بهش میگی چرا؟ میگه نحسه، شگون نداره. این تطیره. مثال های تطیر خیلی زیاده. الان میدونید بعضیا چطوری فال بد میگیرن؟ میخواد ازدواج کنه، یا میخواد ترک تحصیل کنه، یا مسافرت بره، چی کار میکنه؟ میگه یه گل بیار، گلو میاره، برگای گلو میچینه، میکنه، باش ازدواج میکنم، باش ازدواج نمیکنم، باش ازدواج میکنم، باش ازدواج نمیکنم. الحمدلله، این همون فال گرفتنه. فال گرفتن با تطیره. امروزه بعضی ها با قرآن فال میگیرن. متوجه شدید با چی؟ با قرآن. چطور؟ یه قرآن میاره و باز میکنه، اگه آیه‌ای که میبینه در مورد رحمت باشه میگه الحمدلله، به خدا توکل میکنیم و ازدواج میکنیم. مثلا آیه با سلامت و امنیت وارد آن شوید میگه الله اکبر. این عیناً فال بد گرفتن با قرآنه. یا چشمش به آیه‌ای میفته که در مورد عذاب صحبت میکنه، میگه پناه بر خدا والله که ازدواج نمیکنم. این همون تطیره. میگه پناه بر خدا امروز صبح فلانی رو دیدم. همین که میگه پناه بر خدا، این خودش تطیره. یه مثال دیگه، فرض کنید که به محض اینکه تماسی براش میاد، به ویژه از طرف خانواده، فوراً میگه خدا به خیر کنه. درست میگم؟ برادرت، پدرت یا مادرت نیمه شب با تو تماس میگیره، به محض دیدن تماسش میگی ای وای، گرفتاری، چیکار کنم؟ درست میگم نه؟ نه، چرا بدگمانی میبری؟ خب برادر من، بگو الحمدلله، انشالله 1 میلیون بهم میرسه، سلام علیکم. بله، الحمدلله، درسته؟ برادر من، چرا بدفعالی میکنید؟ یه مسلمان هرگز بدفعالی نمیکنه، فقط مشرک یا منافق بدفعالی میکنه. پیامبر را نگاه کنید، ایشان همیشه هر چیزی را به فال نیک میگرفت و هرگز بدفعالی نمیکرد. امروزه به بچه های ما چیزهایی یاد میدن که همهش بدفعالیه. مثلا این مسافرت رو میرم و این یکی مسافرت رو نمیرم، یا با این یکی ازدواج میکنم و با این یکی ازدواج نمیکنم، یا همچین چیزایی هست، حتما شما هم شنیدین احتمالاً. به طور مثال ازدواج میکند یا نه، مثلا میگه هادی بادی، یه همچین چیزی، کرومبو زبادی، شالو حتو کلهو فی هازی، تموم شد و رفت. بنابراین نتیجه، یعنی به بچه های کوچک از همان دوران کودکی کفر اکبر رو یاد میدن، یا وقتی که کودک دندان شیریش میافته به اون میگن به طرف آفتاب بیست و به آفتاب بگو ای آفتاب، ای روشنایی، ای خورشید تابان، دندون منو بگیر و دندون پیرها رو به من بده. به سمت آفتاب وای میسته و خورشید رو عبادت میکنه. این چه کاریه که خورشید بهش دندون پیرمرد و دندون داماد رو بده؟ سبحان الله، این شرک اکبره. با این کارش داره خورشید رو عبادت میکنه. بله، وجود داره.